سلام بینندگان عزیز، هماهنگی کار مربیان در سمت باز هم عملی کردن تدبیرهایی که برای پیروزی دسته منتخب جدای مملکت زمینه میگذارد واقعا هم یک عامل اساسی و یک سمت مهم و یک قدم استوار در راه پیروزی و مظفریت است. منتخب جدای مملکت برای شرکت در بازی های آسیایی شهر جاکارتا اندونزیا مرحله نوبتی آمادگی را در موضع رومی آغاز کرد. چون به این موضع توجه میکنیم، بیشتر هم سازگار برای هم تمرین و برای مشق‌های صبحانه و در مجموع برای سه بسی مشغولیت‌های مربیان صاحب تجربه. اینجا 23 نفر ورزشگران یکچینی دسته منتخب در وزن‌های مختلف، البته برای باز هم برطرف کردن رفع مشکلی‌ها و بهتر کردن شرایط آمادگی همه‌جانبه و قوی کردن مهارت و ملکه خیش کوشش زیاد به خرج می‌دهند. گروه اجادی ما صبح امروز که به این مکان تشریف آورد، علاقه سرمربی و حیات مربیان منتخب جدای مملکت هم برای آمادگی و برای سفربری شاگردان خیش یک برنامه مشخص را عملی کردند که این برنامه را هم گروه اجادی برنامه های ورزش تلویزیون ورزش پیگیری کردند. منتخب جدای مملکت پیش از آغاز تمرین های دست جمعانه آن نفرانی رو به حیات جمع آورد که نامی آنها به فهرست غالبان بازی های ورزشی تاجیکستان شامل بودند. پهلوانان مملکت هر روز رو با مشق های پگاهی روزی استقبال می گرفتند. سرمربی تیم جودای جمهوری محمد مراد عبدالرحمنوف و یاورانش فاروق صابیروف، جمشید خلیلوف مطابق به اقلیم سازگاری موضع زیبا منظر رومیت مشق ها رو براه موندند. این عمل ها ابتدای قدم استواری ورزشگران به تمرین های مرکب و اساسی بست دویم مشغولیت های تعلیم تمرینی مربیان می باشد. حیات دسته منتخب 23 نفر در اینجا اشتراک دارد. چونکه ورزشگران دیگری ما در شهر آلمان مشغول دست جمعی گذشته ایستادن با مثل کامرانشای استوپیران و مرادوف اکمل جان در آلمان هستن، بر مرحله دویم میوین در تاجیکستان میشوند. دیگر ورزشکاران ما سید جلال، سید خوجازاده، بیروز، چنانکه دیدین در اینجا اشتراک دارن. ورزشکاران جوان و نورس ما هم بودن در اینجا. ما دیروز آنها را بر دولت گانگکنگ سفربر نمودیم. اساسا مرحله اول با قوتناکی ورزشکار ما قوتناکی رو زیاد میکنیم. دستور متخصصان ما اینجا رو اومده پیشکی دیدیم که با طلبات جوابگو است. با دستور مربیان شایسته و چی اومده در اینجا زرانده استودان. و چون مشاهده میکنیم که یک برنامه مشخصی تکمیلی هنر پهلوانان هم خیلی عملی میگردد، روح اندازی میشود و فرصت که یک لحظه جو پیدا گردید، ما از حالی
паҳлавонони ояндаи кишвар, аз он варзишгароне ки умедвории бештару зиёдтар доранд худи мутахассисон, худи мухлисони гӯшини ҷудои мамлакат. Хоб дидам ба амал овардем ва боз ҳам фурсат дорем ки ба мавқеи дигар, ба минтақаи дигар, ба он нуқтае ҳоло раҳбар шавем, сарраҳсипор гардем ки дастаи мунтахаб таҳти роҳбарии Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ва Фаррух Собиров ва Ҷамшид Халилов ин тамринҳоро бештар ба роҳ монданд ва дар марҳилаи баъдӣ ҳам ҳоло кор тамоман ранги дигар мегирад ва инҷо машғулиятҳо, масъулиятҳо ва қувваву нирӯву маҳорат ва тактикаву техникаи бештар паҳлавононро интизор аст. Ҳоло имкон дорем ки мо ба ҳамон мавзе сафар баргардем. ҳамаи нақша ва ҳадафҳои ниҳоии варзишгарон аз машқи болои гилем манша мегирад. Аз ин лиҳоз тамринҳо дар ин баст ҷиддитару пурмасъултар пасисар мешаванд. Айни замон барои омӯзиши қоидаҳои ҷадиди ҷудо ва сайқал додани малакаю ҳунари варзишгарон 23 тан ҷавонони боистеъдоди кишвар ба марҳилаи навбатии тайёрӣ сафарбар гардиданд ки хотимаи бобарори маҳз ҳамин марҳила барои интихоби фардои роҳи аксари ҷудокорони ҷумҳурӣ нақши муассир мегузорад. Мо бисёр хурсанд ҳастем, ки бо дастгири раис шаҳри Душанбе, бо дастгири кумитаи кор бо ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсия, кумитаи олимпӣ, бо дастгири онҳо аз тамоми гӯшаи ҷумҳурии тоҷикистон, аз шаҳри Кӯлоб, аз вилояти Суғ ва аз шаҳри Душанбе ва аз ноҳияи дурдаст, аз ҳама ҷо барои тамрин омодагист. Имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки гӯштини дзюдо дар арсаи байналмилалӣ бисёр гӯштини пешрафта аст. Мо кӯшиш карда истодаем ки ҳаракат карда истем ва бо ҳамроҳӣ бо сармурабии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмон ва дигар мурабиҳо гӯштини дзюдоро пеш барем ва ҳаракат мекунем ки нозикои гӯштини дзюдоро ба кадоме ки дар ин гӯштини дзюдо мисол тамрин мекунад ба ӯ биомӯзем. асоси таваҷҷӯҳи мураббиён низ ба амалҳои паҳлавонон дар болои гилем нигаронида шудааст, ки ин ҳам бесабаб нест. Инҷо ба куллӣ метавон гуфт, ки сарчашмаи мутамади ғалабаҳои мусобиқоти дар пеш истода ба вуҷуд меояд. Онро бояд дурусту сари вақт такмил дод ва дар самти аз бар намудани услубу қоидаҳои ҷадид корҳои муфиду заҳматталаби бешуморо бо муваффақона низ анҷом дод. Дар он сурат камбудию мушкилоти мавҷуда пеши назар меояд ва рафи сари вақтии он қабл аз ибтидои бозиҳои осиёии Ҷакартаи Индонезия осон хоҳад гашт. Дар мо семинари байналмилалӣ гузашт, аз давлати Эрон омаданд. Хеле мо тактикаву машқҳоро хеле дигаргунӣ кардем ва чун маълум аст дар муддати кӯтоҳ на ҳама ин карда мешавад, мо оҳиста оҳиста мо дар як қадамҳои пеш рафта истодаем. Албатта мо дар пеш хеле мусобиқаҳои ду мусобиқаи калон, мусобиқа аввалин тайёрие, ки ба мусобиқаи бозии осиёӣ мебинем, аз намуди кушнинги олимпӣ мешавад, ки чор сол дар чор сол як маротиба иштирок мешавад. ва худи ман ин боли аввал аз дар мусобиқаи пуршуку калон иштирок мекунам ва баъд аз он мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ҳам ҳаст, ки баъд аз бозиҳои осиёи 20 рӯз баъд дар шаҳри Бакуи давлати Озарбойҷон баргузор мегардад. Тайёрии мо барои ана ҳамин мусобиқаҳои хеле калону бошуд. Варзишгарон дар ҳолате ки аз рост партоф мекунанд ё ки расок мегӯянд ба забони русӣ, то охирро рафта бояд чикна, барое ки бисёри ҳолатҳое мешавад, ки партофро мекунед, вазари бавогузорӣ мешавад аз тарафи доварон ва камтар агар беаҳамиятӣ кунанд, ин метавонад бо асар гӯштин ба бохти варзишгар
چی شود مبادل گردد. اما ما از امروز شما چهره که شهید بوده دیدید، ما همورد گذشته استودیم که وقتی که پرتو رفت تا آخر باید ورزشکار در حرکت باشد، یعنی با اصول خوباندن یا که لدیهی بلیغای پویان تا آخر را کار کرد. زودا یک نمودی گوشنگی نازکی خدا دارد که در همه حالت ها باید تیار باشه که چی در زمین چی یا در کار کردن باید همه وقت با حرفی خود تیار باشد که در هر یک خطاگی خود میتونی با مغلوبیت دوچار شوید. برای همین ما با مربی‌ها در یک جایگی در پارتی و در استایکا کار میکنیم. نزدیکی های گوشتی میزدار رو برای ما مربی‌ها میاموزن و تا خیلی در سطح بلند گذشته ایسود است. کمبودی ما در همین است که همه زوداچی جمهوری تاجیکستان وقتی در عرصه بین المللی برآمد میکنند از جهت راست بسیار ناز گوشتین خود را دوام میدن، وقتی که پارتر میغلطن در این چی ما کمتر سوس هستیم، حرکت کرده ایستادیم که وومزم. جوانان امیدبخش گوشتین جودای مملکت از آن افتخار دارند که امروز به قطار پهلوانان بهترین کشور شامل گردیدند و فراگیر تمرین های هر روزه مربیان تیم ملی گوشتین جودای جمهوری می باشند. این برای آن نفرانی که از شهر و ناحیه های کشور بار اول جلب گردیدند مرحله مهم سنجشی را میماند که نتیجهش برای انتخاب راه فردای با شرفانه معرفی دولت صاحب استقلال تاجیکستان خیلی مفید می باشد. من از اون فخر میکنم که همچون یک جوانمردی جمهوری تاجیکستان از ناحیه یوان خوب در این مشق های دسته جوانان شامل گردیدم و در اینجا شرکت ورزیده ایستادم و من هم میخوام در آینده مثل یکی از ورزشکاران جوان تاجیک که برادر ما خواجه‌زاده بهروز که در سال 2017 سال جوانان بود و قهرمان جهان گردید از گوشتین طرز سامبو، اینچنین ما نیز میخوایم در آینده از نمودی طرز زودو اشتراک نموده قهرمان جهان گردیم و بایرق میهن تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی بلند برداریم. خیلی چیزهای فیزیکی و تکنیکی پارتری خیلی خوب با ما درس دادن. من بار دویم است که در این خیلی مشکل دست جمعی اشتراک میکنم. از این افتخار میکنم که با چنین پهلوانان یک جای شدم و مشق میگذرانیم. ما پیش نمیدونیستم اینجا آموختیم پریومای نو. کوشش میکنم که مهارت خود را سیقل دهیم برای این پشتین زودا پیش روی شدم. پرابلم یگانه که در جریان مشقهای تعلیمی تمرینی دسته را فراگیر است این کم بودن پهلوانان وزنهای گران می باشد. نبودن چنین افراد باعث بیشتر ایجاد گردیدن مشکل های هر روزه آموزش و از برنمودن اسلوب های جدید گوشتین جودا میان پهلوانان وزنهای بالایی می گردد. اگر این عامل با دعوت پهلوانان گران وزن کشورهای همجوار عملی کرده شود، آنگاه مسئله مذکور حل خود را به آسانی پیدا خواهد کرد. در وزنهای سنگین وزن زیاد از 90 ساعت که جمع میشه در جمهوری تاجیکستان در تابلوهای ورزشی کم حریفایی میشن که ما مشق میکنیم و در اینجا عین حال برای من دو نفر هست که در وزن 100 کیلو برای من با من مشق میکنیم و در برابر قطار آنها با من مربیام در یک جایی مشق تمرین خود رو میکنیم. من در وزن مطلق اشتراک میکنم. در وزن ما نسبت به وزنهای پایانی آدم حریفان کمتر میباشن و در وزن مطلق بسیارتر برای ما از جهت جسمانی تیاری در کار میباشد، با کار میباید، از جهت قوا بسیارتر با کار میباید و همی اصولهای پرتوفای ایپان در وزن وزنی زیادتر دیدن میشود. هر قدری که مشکلی ها برای آموزش نوگانی های ورزش نمود اولمپی بیشتر گردند، همان قدر اعتماد و باوری برای سیقل یافتن مهارت پهلوانان جوان کشور در میان اعضایان منتخب جمهوری بیشتر میگردد. این نقطه نیز در حیات جوانی پهلوان امیدبخش مملکت محمد شریف نظریف نقشی بسزا دارد.
جوانان از آن افتخار میکنیم که برای ما چنین شرایط ها مهیا کرده شده است. ما طول چند روز شد که در دره خوشمنظره رومیت مشق دست جمعی با همراهی تیم یکچینی جودای تاجیکستان تمرین ها گذرانده استادیم. تمرین ها از جهت فیزیکی، تیاری فیزیکی و از جهت تیاری تکنیکی گذرانده شده است و در اینجا همه شرایط ها برای ما مهیا کرده شده است. ما با راهبری محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودای مملکت تیاری ها را گذرانده استادیم. امکانیت ها خیلی واسه فراخ می باشد. ما تمامی قوای خود را برای آماده شدن به این مسابقه ها کوشش به خرج داده استادیم تا که در این مسابقه بازی های آسیایی نتیجه نظر است به دست آوریم. تا آغاز بازی های آسیایی در اندونزیا نه چندان مهلت بیشتر ورزشکاران کشور در اختیار دارند. در این دوام با استثنای تمرین باز عامل های دیگری تکمیل دهنده گوشتین جودو باید که رعایت کرده شوند. حالت روانی، استعمال با مورد و منتظم ویتامین ها، آمادگی همه جانبه جسمانی، تقویت اصول های جدید توسط تجهیزات های معاصر رشد دهنده ملکه یکی از مسئله های اساسی و مبرم روز در گوشتین جودو محسوب می یابد. در این روند برگزاری مشق های دیگری منتخب نیز بیرون از مملکت در نظر است. نقشه ها خیلی زیاد هستند. ما بار دیگر منداری رو خدا بیان میکنیم و کمیته کار با جوانان و کمیته ملی المپیک. ما نقشه های خود رو گذاشتیم در نزد آنها، آنها ما رو دستگیری کرده استادن. باوری داریم که نقشه هایی که عملی نگشتن باوری داریم که آینده عمل میگردن. تصمیم داریم که با مشق دست جمعی با دولت همسایه که در شهر ازبکستان برگزار می‌گردد به شهر تاشکند از طرف فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان با همکاری کمیته ملی المپیک، کمیته جوانان، دسته منتخب جمهوری تاجیکستان سفر بر کرده شود. البته تاریخ رو با اونجا می‌بینیم و کوشش ما اولا برای است که معرفی دولت ملت و سازوار گشتن جایزه، مدال و برداشتن پرچم دولت جمهوری تاجیکستان برای همین است. کوشش و زحمت ما برای همین است. بعد از تمرین و آموزش های هر روزه حیات دسته منتخب جودوی مملکت فراگیر باز مشق های دیگری مفید و سالمگردانی و انکشاف همه جانبه آمادگی از قبیل شناوری میگردند. این تدبیر در سمت بهتر نمودن عضو های نفس کشی و مطابق گردانیدن ارگانیسم به همه مشکل های دائمی خیلی سازگار میباشد. راهی پیش نموده مربیان نیست تنها با جد و جهد و مسئولیت تام و امکانات های مساعد مشق ورزی، ویتامین کنونی و برخورداری سری وقتی با میل و مراق خاصه هر یک ورزشکار عملی کرده می شود. در برابر مشق های دست جمعانه خان پهلوانان جودای کشور از حساب خوراک های سرغیزا، ویتامین کنونی، استعمال سری وقتی میوه و سبزوات خیلی غنی بود. به هر یک ورزشکار طبق معیار مقرری دکتران صحه ورزش خوراک معین گردیده بود. شرایط سال تا سال بهتر گشته، مهارت اعضایان دسته توسط امکانات های سازگار بلند می گردد. بعد چنین شرایط و امکانات های مساعد رشدیابی صحه امیدواریم که منتخب جودای مملکت مرحله های بعدی را با موفقانه انجام داده در بازی های آسیایی جاکارتا به نتیجه دلخواه نائل می گردد. در موضع همیشه سبز و زیبای رامیت در آسایشگاه صدبرگ نزد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان امکانیت برای تمام تمرین های ورزش های معاصر مهیا می باشد. منتخب جودای کشور بیشتر در سه بس تمرین ها را در همین موضع با استفاده از فضای مساعد و اقلیم سازگار و آبهای شفابخش سامان داد.
و جدا ماست با همین تدبیر، ماست با همین سمت، ماست با همین یک توجه بیشتری پهلوانان شهرتمند کشور روش می‌یابد و اطمینان است که از میان این پهلوانان شهرت‌یار در دو مسابقات سطح باشکوهی در پیش ایستاده پرچم جمهوری تاجیکستان پرافشان می‌گردد. برای توجهتون تشکر زیاد و اطمینان داریم که دیگر مربیان و دسته های یکچین شهر و ناحیه های کشور و تیم های ملی مملکت در نمودهای مختلف ورزش ما از همین مکان را مکان تمرین های دائمی خیش انتخاب می‌کنند.